به رشته گسسته کلام. دوست دیگری از میان فرهیختگان بیننده این برنامه که میگویم فرهیخته به دلیل نوع ایمیل و نامه است که از اونها دریافت میکنم که نشان میدهد که تا چه اندازه آنچه رو که من در این برنامه با اونها در میان گذاشتم با شما در میان گذاشتم دنبال کردن و تا چه اندازه دانش نسبت به موضوع دارن. پرسش ایشان پرسش بیشتر جنبه سیاسی داره، ولی جنبه سیاسی پیوند یافته با بحث ماگناکارتا. میگویند که دوست دیگری جز آقای فتحی میگویند که من با تاریخ اروپا و ایران آشنایی زیادی دارم، یعنی ایشان، و از هنگام صدور ماگناکارتا تا پیدایش دموکراسی های امروزی در اروپا ما با میزانی از زور روبرو بودیم. یعنی اصلا ساختن جامعه اروپا بدون زور ممکن نبوده. مگر میتوان بدون زور آلمان رو یک پارچه کرد؟ نمونه بیسمارک رو هم با ما در میان میگذارند. یا مگر بدون انقلاب پیرایشگری یا جنبش بزرگی که در سده 17 در اروپا در انگلستان در گرفت ممکن بود که پادشاه تن به پارلمان بدهد؟ چگونه است که ما وقتی به ایران میرسیم و با اینکه با انقلاب مشروطه با فشار مردم بر پادشاه برای پذیرفتن قانون اساسی و متمم قانون اساسی روبرو هستیم، هنگامی که ستایش میکنیم از گرفتن تهران پس از یک مقاومت مسلحانه مردم آذربایجان و دیگر بخشای ایران و برانداختن محمد علی شاه و بازگرداندن مشروطه بر ایران، چگونه است که وقتی به رضا شاه و دوران سازندگی او میرسیم زور رو به عنوان یک پدیده منفی در کار فرمان روای رضا شاه بررسی میکنیم؟ یعنی ایرادی است که به من داشتن. شاید این دوست گرامی این برنامه رو با برنامه دیگری که من در این تلویزیون دارم، یعنی برنامه‌ای که با آقای مهری دارم پیرامون تاریخ، برگی از تاریخ، با هم در هم آمیختند و از اون برنامه به این برنامه رسیدند، ولی بر روی شادمان هستم که به ایشان پاسخ بدم. من زور رو یکی از مهمترین مؤلفه های تحول اجتماعی میدانم. یعنی فکر نمی کنم بدون زور میتوان جامعه بشری رو دگرگون کرد، ولی زور به مفهوم یک کار قهرآمیز خشونت‌آمیز نیست. میلیون ها مردم در خیابان یک نوع زور است. اینکه مردم در ایران، میلیون ها مردم از جنبش ملی شدن صنعت نفت پشتیبانی کردند و پارلمانی رو که بخش بزرگی از نمایندگان اون، یعنی مجلسی رو که بخش بزرگی از نمایندگان مزد بگیر و یا دست کم هوادار بریتانیا و دربار بودند رو وادار کرد که به اتفاق آرا به ملی شدن صنعت نفت رأی بدهند، نشانی از این است که فشار اجتماعی یا زور در دگرگونی ها و به دست آوردن حقوق و آزادی و پیشرفت جامعه دارای جایگاه بسیار مهمی است. اصلا بدون زور نمیتوان یک رشته کارهای برجسته اجتماعی رو بر کرسی نشاند، ولی زور داریم. تا زور اگر مراد از زور این باشد که گروهی از مردم یا یک جنبش اجتماعی یا حتی یک دولت در پشتیبانی یا به کرسی نشاندن یک قانون پیشرفته، یک درخواست پیشرفته دست به زور بزند، فشار ایجاد بکند، واکنش نافرمانی مدنی به وجود بیاورد و دولت رو در تنگنا قرار بدهد و یا دولتی برای پیشبرد کار خودش به زور متوسل بشود، این زور مثبت است. اما اگر دولتی زور رو برای پایمال کردن قوانین و حقوق انسان‌ها به کار برد، دیگر این زور مثبت نیست. اجازه بدهید که نمونه‌هایی از اون رو از همین تاریخ دوران رضا شاه با شما در میان بگذارم و به درستی این هم میهن اشاره میکنند که بدون زور پاره از کارها در دوران رضا شاه شدنی نبود. مگر میشد ارتش متحد و شکل و نظام وظیفه اجباری ایجاد کرد بدون اینکه زور در پشت آن باشد؟ بیشتر روستاییان ایران که فرزندانشون رو میخواستند به سر خرمن ببرند، به کار کشاورزی بگمارند و روحانیونی که در میان اونها پای داشتن، با ساختار نظام وظیفه اجباری و ایجاد ارتش مدرن مخالف بودند. و اگر زور در کار نبود
و اگر فشار در کار نبود ارتش مدرن ایران ایجاد نمی‌شد. من در این راستا پیدایش ارتش مدرن ایران و نظام وظیفه اجباری رو یکی از دستاوردهای تاریخ مدرن ایران می‌شمارم و بر این باور هستم که بدون توسل به زور در اون هنگام و زیر فشار نهادن جریان‌های واپس مانده جامعه ممکن نبود به ایجاد ارتش مدرن دست یافت. نمونه دیگری رو خدمت شما میگویم. آموزش اجباری و رایگان دبستان که در دوران مشروطه مطرح شد و سپس در مجلس اول مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از قانون اساسی ایران با محدودیت‌هایی بود و سرانجام در دوران رضا شاه انجام شد، بدون زور ممکن نبود. یعنی در واقع در اینجا دولت مجری کاری بود که به حوزه و حریم خانواده حتی تجاوز میکرد. یعنی دولت برای اینکه آموزش رایگان و اجباری رو در میان کودکان گسترش بدهد باید خانواده ها رو زیر فشار قرار میداد تا فرزندان خودشون رو به دبستان بفرستند. در همین دولت های غربی پیشرفته امروز دنیا هم اگر کسی فرزند خودش رو به مدرسه نفرسته، دولت با زور فرزند رو به مدرسه خواهد برد، مگر اینکه مجوز قانونی، مجوز بهداشتی و یا دینی داشته باشند که فرزند رو مثلا به مدرسه دینی فرستادن یا به دلایلی این فرزندشون نمیتونه به مدرسه بیاد. ولی به طور کلی نمیتوان هیچ کودکی رو از آموزش رایگان و اجباری در کشورهای پیشرفته جهان باز داشت. این زور، زور مثبت است. هنگامی که رئیس جمهور کندی لشکر فرستاد برای که یک سیاه پوست رو به دانشگاه آلاباما راه بدهند، در مقابل فرماندار آلاباما ایستاد. این زور یک زور مثبت بود، زور برای اعمال قانون بود، برای اجرای قانون بود. اصلا یکی از وظایف دولت به کار بردن زور برای اعمال قانون است در برابر کسانی که میخواهند به قانون تجاوز بکنند، کسانی که میخواهند از حقوق مردم جلوگیری بکنند. بنابراین هر نوع زوری نادرست نیست. ما در حتی در روابط بین المللی هم پذیرفته شده، در چارتر سازمان ملل، در سند پیدایش سازمان ملل، یک درجه از زور در روابط بین المللی رو پذیرفتن. اگر کشوری به خاک کشور دیگری تجاوز بکنه، آنگونه که عراق به خاک کویت تجاوز کرد، دست یازیدن به زور از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد یک حق قانونی است. اگر کشوری در داخل خودش دست به پاکسازی و از میان بردن یک گروهی از مردم بکنه، یعنی دشمنی با گروهی از مردم رو وسیله گسترش نیروی خودش قرار بده، مانند آنچه که در یوگسلاوی سابق روی داد، در بالکان روی داد و دولت‌های اروپایی هم رو به ویژه ایالات متحده آمریکا به جنگ با سرب‌ها برخواستند به دلیل نسل‌کشی‌هایی که انجام می‌گرفت، کار مثبتی بود، کار منفی نبود. ولی زور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی، برای گسترش منفعت سیاسی، برای اعمال نفوذ در یک کشور دیگر یا در حوزه یک دولت، برای پیشبرد مقاصد غیر دموکراتیک، یک زور غیر قانونی است، تجاوز به حقوق مردم است. ماگنا کارتا آغاز گفتمانی بود که در سده 13 بر پایه فشار و زوری که از سوی گروهی از دارندگان اون جامعه در اون هنگام، یعنی زمینداران، بر پادشاه اعمال شده بود، قوانینی رو آغاز کرد یا گفتمان بر سر قوانینی رو آغاز کرد که به دموکراسی پارلمانی انجامی. سالیانی بسیار بسیار پس از اون به یک دموکراسی پارلمانی ماندگار انجامی. آنچه که ما در مورد ایران میتوانیم بگوییم این است که در دوران پس از مشروطه بهره‌گیری از زور برای پیشبرد قوانینی که مشروطه، مجلس اول و دوم و سوم تنظیم کرده بودند، کاربردهای بسیار مثبتی داشت. ولی اونجایی که پادشاه و دربار با زور به حریم حقوق مردم تجاوز می کنند، مجلس رو ناتوان می کنند، ساختارهای قانونگذاری جامعه رو ناتوان می کنند، دیگر این زور، زور مثبت نیست.
نمونه برجسته اون در مورد مسئله کشف حجاب است. آیا کشف حجاب کار نیکوی از سوی رضا شاه بود؟ در آغاز کار آری، یعنی اینکه رضا شاه پس از سفر به ترکیه بران شده بود، که البته باید بگویم که تیمورتاش آغازگر این اندیشه در ایران بود، در میان درباریان تیمورتاش بود که این کار آغاز کرده بود، ولی بر روی در اون دوران دیگه تیمورتاش در میدان نبود، از میان رفته بود. ولی این که پوزش میخوام، این که رضا شاه پس از سفر ترکیه موضوع کشف حجاب رو مطرح کرد و خود او و همسر و دخترانش همراه با وزیران و همسران اونها در دانشسرای عالی شرکت کردن بدون حجاب، یعنی خانم ها بدون حجاب شرکت کردن، بسیار کار نیکی بود. یک نمونه گذاری در جامعه ایران بود، یعنی اعلام این بود که ما میخواهیم زن ایرانی آزاد باشد که حجاب به کار نگیرد. این نمونه گذاری کار بسیار نیکی بود. البته بگذاریم که پیش از ایران این کار رو پادشاه افغانستان آغاز کرده بود و با همسرش ثریا در سفری که از اروپا از راه ایران به افغانستان میرفت، با همسرش، همسر بدون حجاب خود ثریا، ظاهر شده بود که بلوایی در ایران به وجود آورد و مشکلات ایجاد کرد که با شتاب اونها حتی در گویا در مشهد هم نایستادند و به سرعت به افغانستان بازگشتند و داستان و ماجرای جنبش و شورش بچه سقا رو در افغانستان به وجود آورد و واژگونی دولت پادشاهی نادر رو. خب به اون نمیخوام بپردازم، ولی این کاری بود که در کشورهای دیگر هم آغاز شده بود و در ایران کاری که در سال 1314 آغاز شد در 17 دی ماه، کار بسیار بسیار ارزنده‌ای بود که پادشاه کشور همراه با همسر و دخترانش و وزیران همراه با همسران اونها بدون حجاب در مراسم جشن دانشسرای عالی شرکت کردند. تا اینجا کار بسیار مثبتی است و اگر این کار رو ادامه میدادند و زور رو به کار می بردند برای جلوگیری از تجاوز به حقوق زنان بی حجاب، یعنی جلوگیری می کردند از اینکه کسانی در خیابان معترض زنان بی حجاب بشوند، کار بسیار ارزنده ای بود. اگر ادامه میدادند این کار رو و پاسداری می کردند از نهادهایی که از حقوق زنان برای دستیابی به تنها نه تنها آزادی پوشش بلکه دیگر زمینه ها کوشش می کردن، از اونها پشتیبانی می کردن، اگر از حق زنان برای شرکت در زندگی اجتماعی بدون پوشش اسلامی بدون حجاب پشتیبانی می کردن، کار بسیار مثبتی بود و تاریخ داوری بسیار بسیار نیکی از این دوران می کرد. گرفتاری در این بود که از این بیشتر رفتند و کشف حجاب رو اجباری کردند و کار کشف حجاب رو به پاسبان ها سپردند و با زور کوشش کردند حجاب از سر زنانی که نمیخواستن بی حجاب باشند بردارن. من البته بر این باور هستم که در یک جامعه مانند ایران فرهنگ مردانه و فرهنگ دینی چیره بر جامعه شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از زنانی که نمیخواهند زیر پوشش حجاب باشند یا اون زمان نمیخواستند زیر پوشش حجاب باشند، شاید به دلایل مذهبی، شاید به دلیل فشار فرهنگی و نیز فشار خانواده و جلوگیری از این که برچسب بی‌حرمتی بر آنها بخورد، شاید مجبور بودند که این تن در بدهند به این حجاب. فراموش نکنید یکی از نخستین زنهایی که در تاریخ ایران نقاب از رو برگرفت، نه حجاب، نقاب از رو برگرفت، طاهره قرة‌العین، حتی در اسناد نخبگان بهایی هم، نخبگان بابی هم درباره او گفته می شود که کارهای زشتی هم کرد، یعنی ایراد می گیرند به رفتاری که او انجام داده. البته بحثی نیست که من بخواهم امروز به اون به درازا بپردازم، یعنی در واکنش اجتماعی حتی نسبت به کار طاهره قرة‌العین هم جامعه اون روز ایران، حتی جامعه شوریده و در درگیری با دولت در اون هنگام در ایران دو پاره بود. گروهی کار طاهره رو مثبت می‌دانستند، گروهی از این کار بیم و هراس داشتند و واهمه داشتند و واکنش داشتند. بنابراین این رو میتوان پذیرفت که در جامعه ایران بخش بزرگی از مردم، زنان، از بیم و هراس دینی،
فرهنگی شاید تن به حجاب میدادند و درجه از زور و فشار دولت برای برطرف کردن این تعیناها لازم بود، ولی نه به دست پاسبانهایی که خود اونها هم شاید باورمند به همین فرهنگ بودند. پاسبانهایی که اصلا زن غیر محجبه شاید جز مادر و خواهر و همسر خودشون ندیده بودند. این مدرن سازی جامعه نیست. اینجا زور، زور منفی است. زور مثبت اونجایی است که شما برای اعمال قانون و یا برای گشایش دریچه‌ای برای پیشرفت جامعه به کار ببرید. در اینجا من میپذیرم اگر در اون دوران با فشار زمینه رو ایجاد میکردن که مردم آزادتر باشند برای دست یازیدن به کنار نهادن حجاب، ولی هنگامی که خود کنار نهادن حجاب اجباری شد و اجباری شدن از راه دولت اعمال شد، واکنش به اون در سالهای بعد از شهریور 20 بود. زور چه در زمینه کنار نهادن حجاب چه اجبار به حجاب زور درستی نیست. این به ویژه در مورد وضعیت کنون ایران کاملا صادق است. ما نمی توانیم چنین داوری بکنیم که هر نوع توسل به زور از سوی دولت یک زور مترقی است، یک زور درست است. زور باید بر پایه اعمال قوانین و حقوق باشد، بر پایه اعمال قوانین و حقوقی باشد که منافع مردم رو در نظر میگیره، نه اینکه دولتی بیاید با زور قانونی رو در مجلس تصویب بکنه و سپس برای انجام اون قانون به زور متوسل بشود و بگوید که ما برای اعمال قانون به زور متوسل شده ایم. یعنی همین نمونه حجاب اجباری کنونی ایران که زنان ایران و مردان آزاد فکر ایران رو در برابر خودشون برانگیخته. یعنی قانونی که به اجبار تصویب کردند، اعمال کردند، با بهره‌گیری از باورهای مذهبی و ارزش‌های دینی تحمیل کردند و برای اجرای اون به زور متوسل می شوند. این زور ترقی خواهانه نیست. این برابر و مساوی با بکار بردن زور برای فرستادن کودکان به مدرسه نیست. بنابراین برگردیم به پرسشی که هم میهن گرامی کرده بودند. زور برای پیشبرد ارزش‌های ترقی خواهانه جامعه در یک محدوده‌ای کاملا درست است. فشار قانون و اعمال قانون و به کار بردن زور برای جلوگیری از هم پاچیده شدن یک کشور در برابر شورشیانی که میخواهند کشور رو چند پاره بکنند کاملا درست است. ولی اعمال زور برای جلوگیری از زبان مادری درست نیست. بنابراین باید این به کار بردن زور رو در چارچوب قوانینی که امروز جهان پذیرفته، حقوقی که امروز جهان برای شهروندان پذیرفته مورد بررسی قرار داد و از این رو نمیتوان هر نوع به کار گرفتن زور رو از سوی دولت، از سوی دولت‌ها مثبت دانست و گفت که چون بدون زور نمیشد جلوی آخوندها رو گرفت، بدون زور نمیشد کشور رو پیشرفت داد، رفتار و ارزش‌ها و کارهایی که در اون دوران انجام شده کاملا درست بوده. چنین نیست. برخی از این رفتارها با به کار گرفتن زور درست بوده، برخی از اونها بسیار منفی و پیامدهای ماندگاری برای تاریخ ایران داشته. خب اجازه بدهید به پایان برنامه رسیدیم. با شما بدرود بگویم تا هفته آینده. روز و روزگار شما خوش باد.